نوری پلاس بهترین و زیباترین ویدیوهای افغانستان را به شما تقدیم می کند. لطف نموده چنل نوری پلاس را سابسکرایب نموده و منتظر ویدیوهای قشنگ دیگر باشید. انسان که میترسه از بدی اعمال خود میترسه.
از کسی که مثل حضرت بلال زندگیش در خدمت دین خدا باشه مرگ به این افتخار است. اما میگه نشان مرد مومن با خودیم که روز مرگ بیگه تبسیم من نبید این را که بودتن چه حالت از سر دوهای افتود نه ایسا طرف و کشیز بمن که از اینجا میرم با ملاقات پرداری کنم. نن در حرم بودم زیزیست نن در حرم بودم زیزیست تو چه داری مرگ و چون هرش از تو چیست. با بهار میگونه در سرزمین عرب زندگی کرده در سرزمین حرم زندگی کرده شما چی بدانید؟ من خودش یکه ایش رو یک نوکیزی در انسان مومن بودم. دشتای رحمت وقتی که مومن رو بیان تبدیل رو بکنن آیه مبارک است این الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. کسانی که گفتن پروردگار ما الله هست بر ایمان خود استقامت کرده دوام دارد با زمانی که مرگ به سراغشان فرا رسید با این میشه به یاد فرشته های رحمت بالا برشان میگه الله تخاف و الله تحزن شما نبترسید نه غمگین شوید و بشارت میدنیم این فرق در حالت جان کندن و بهشتی که خدا برای انسان وعده کرد. خدا حضرت بلال هم دمید تو در حالت قرار دارد این دیگه ترس و بیمی از رفتن ندارد. اگر برای گفتن ایجا که اون یا چرای میگنی یک طرف کشید شما عیش مردن نمیدارد. مرگ ختم زندگی ختم اجسام پروتینی زندگی یعنی مردن نیست. تیپ دانشمندهای طب میگه که زندگی یعنی مردن مرگ قول انتقال از بین زندگی دنیا و عالم آخره. مرگ فنای مرز نیست که انسان قبض شد بلکه آخرین دروازه انتقال است که انسان از عملکرد خود در دنیا نسبت به وظایفی که از جانب خدا و رسولش برش تعیین شده پاسخگو میدهد. پس انسانی که زندگیش در چوکات دین و شریعت است از مرگ ترس ندارد. با خوشی و استقبال مرگ یعنی گفت روخش در عینی گفت یعنی گفت روخش در عینی گفت نرگس بر برگل آهلی میشه گفت این نیست تو خانه را که نیگه بوی گل باره میشه گفت آثار نور دروی در گفتون انسان های مومن رو غالبا در وقت مرگ هم اگر دیده باشه که احمد که خداوند بسیار فایده میکنن خیلی خوش نه توسطم داره گاهی میگه بوله میگیرم گاهی حضرت بلال هم همون گل واره میشه بیروی چشمی پرن واره رو بیروی چشمی پرن واره رو میگوری دادم و گفتاره توصیف میکنه شب وجود حضرت بلال که میگه اونمون نور مبارک و نورانیش و این گفتار زیبایش اگر نه انسان در حالت مرگ باشه فشار سر انسان نه یک زران خوش انسان نه بسیار انسان بسخی کلمه گفت حال حضرت بلال یک طرف جان کندن داره یک طرف دیگه روی خوب نور میباره زبانش بسیار جاری خوب حرفای بسیار فهمیده دقیق سنجیده و پندومیز بر مردم دیگه نیست مطمئن نتر تیز بارش نماشد سیاد علم سیادی دیوارم و سیاد علم سیادی دیوارم و مردم گید سیار و مچار جلال بی محمد بلخی میخواه یک موضوع و موسما بخواه کواره های ظاهری و وجود انسان یک چیز بسیار قابل ارزش نیست.
هر سیاهی را که میگه دیدید دل از او سیاه نیست. بسیار انسانهایی است که به صورت صورتشان سیاست صورتهای سفید و زیبا و مقبول ندارد، ولی قلب از اینا به معرفت پروردگار چنان پرورش یافته که در وجود بسیار انسانهای دیگه مبارک انسان نایید. حدیث مبارک است ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. خداوند نظر نمیکنه به سوی صورتهای شما، به سوی مال و داراییتون، بلکه نظر میکنه به قلبهایتون که چه از خدا میترسید و عملتان را میبینه که عملتان مطابق دین خدا برابر است یا نیست. پس خوشا به حال عمومی تو انسانهای سیاهی که این همه توی نور و حلاوت و تازگی و اخلاق و زیبا برتا باشد. یک چیز دیگر هم شاید شما تجربه کرده باشید، مومنی که از خدا میترسد اگر قیافه ظاهریش مقبول هم نباشه یک نمور دارد. کافر هم ببینی اگر شکل ظاهری زیبا هم باشد اما خوشایند در انسان نمیکنه. در سفرها هم میبینی که من مرتبه تجربه میکنم. حال حضرت بلال از اولامو سیاه پوستا هست، در حالت مرگ هم نور میباره سر از اون قلبش هم ممنوع از معرفت هم هست. اینجا مولانا صاحب ما شما میباره که انسان ها رو به صورت ظاهریش هم نبینی، هر سیاه را که دیدی اون سیاه دل نیست. بیشتر برای تان گفت که افتاد اون روایت میگه که من صدایی که های پایین بلال بودی پیش پیش تر کرد. مردم اینو دیده باشد یا رو سیاه، مردم اینو دیده باشد یا رو سیاه، مردم دیده بود مر آتما. مر آت شیشه نه؟ نه آینه آینه خود که بیند مردم دیده تارا، خود که بیند مردم دیده تو را، در جهان جز مردم دیده فضا. اینجا انسان ها رو به دو بخش تقسیم کرد، یکی کلبای مرده و یکی کلبای زنده. انسان هایی که قلبشان معرفت پروردگار را درک کرد، زیر صفات جلال و جمال کبریایی پروردگار را درک میکنند، حتی انسانهای موفق هم یافتند. انسانهای نادیده و کسایی میگه که اینا تجلی نور محبوب حقیقی در قلبهایشان جا ندارد. قلبهای سیاه رنگ اگر سفید آمست قلب سیاه. در حدیث مبارک آمدم، در حدیث بحث حلال حرام، حدیث طولانی است، ما یک قسمت کوچک شه خدمت آن کرده. اونجا میگه که علا این فی الجسد مدغتون اذا صلح صلح الجسد کل. حدیث خیلی طولانی است، من این قسمت اخیرش. در وجود آدمی یک پارچه گوشت به استخوان وجود داره، اگر اصلاح شود تمام وجود انسان اصلاح میشه. و اذا افسد فسد الجسد کل، سخن پیامبر مبارک است. اگر این همی فاسد شود تمام بدن انسان فاسد میشه. علا و هی القلب، آگاه باش که این قلب است. قلب به اثر گناه و به اثر نافرمانی کبر و کینه و حسد و دروغ و گناه سیاه میشه.